درهایی گشوده به ذات غیر متجلی. سفر به ژرفای کالبد خیش. پرسش: من میتونم انرژی درون بدنم را احساس کنم، به ویژه در بازوها و ساقهام، اما فکر نمی کنم بتونم به ژرفای کالبد خیش سفر کنم. پاسخ: 10 تا 15 دقیقه زمان ساعتی رو به مراقبه اختصاص بده. همین کافیه. ابتدا مطمئن شو که تلفن زنگ نخواهد زد و کسی مزاحم مراقبه تو نخواهد شد. روی یک صندلی بشین. صاف صاف. تکیه نده. این وضعیت به تو کمک میکنه تا هوشیاریت رو حفظ کنی. یا حالت نشسته ای رو انتخاب کن که در اون حالت احساس راحتی کامل میکنی. مطمئن شو که بدنت در آرامش کامله. چشمانت رو ببند. چند نفس عمیق بکش. با شکم نفس بکش، نه با سینه. طوری نفس بکش که وقتی نوک انگشتان دو دست خود رو روی شکمت به هم میچسبونی، با دم و بازدم تو اونها از هم جدا بشن و دوباره به هم بچسبن. بعد نسبت به سراسر میدان انرژی کالبد درونی خیش هوشیار شو. درباره اون فکر نکن، اون رو احساس کن. با این کار آگاهیت رو از ذهن پس میگیری. اگه این مراقبه مؤثر بود، اون وقت تجسم غرق بودن در نور رو که پیش از این توضیح دادم تمرین کن. وقتی تونستی کالبد درونی خود رو به عنوان میدان واحد انرژی احساس کنی، تصویرهای ذهنی خود رو کنار بذار و تماماً با احساس خود باش. اگه تونستی تصویر ذهنی از بدن خود رو هم کنار بذار. اون وقت چیزی که باقی میمونه احساسی فراگیر از حضور یا هستیه. احساسی که حجاب چهره جان تو رو که همانا غبار تصور ذهنی تو از بدن خیش هست کنار میزنه. سپس توجه خود رو به ژرفای این احساس ببر. با این احساس یکی شو. چنان در این میدان انرژی محو شو که دیگه دوگانگی ذهنی شاهد و مشهود از میان برخیزه و چیزی از دوگانگی تو و بدن خیش بر جای نمونه. در این لحظه فاصله میان درون و بیرون هم محو میشه. بنابراین از کالبد درونی هم خبری نخواهد بود. با سفر به ژرفهای کالبد خیش، کالبد خیش رو استحاله میبخشی. تا جایی که احساس راحتی میکنی در این قلمرو هستی ناب بمون. اون وقت دوباره نسبت به کالبد فیزیکی خود، تنفس خود و نیز حواس خود هوشیار شو و چشمان خود رو باز کن. با تأمل چند دقیقه به پیرامون خود نگاه کن. هیچ برچسب ذهنی بر اون چه که میبینی نچسبون. و در همین حال احساس کالبد درونی خیش رو حفظ کن. دسترسی به ساحت بیشکلی آزادی حقیقی. حضور در این ساحته که تو رو از اسارت صورتها و یکی انگاری خود با اونها می رهاند. رومی در همین ساحت بیرنگی و بینشانی سروده که آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. بحر من غرقه گشتم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این ساحت، ساحت وحدته، ساحت پیش از کثرت ها. میتونیم این ساحت رو ساحت باطن هستی بنامیم. منبع نادیدنی همه چیز و همه کس. هستی همه هست ها. این ساحت قلمرو سکوت و آرامش ژرفه. قلمرو شور زندگی و شادمانی. وقتی که حضور پیدا می کنی، شفاف می شی، چنان که نور می تونه از تو عبور کنه. اون وقت
آگاهی ناب کیهانی از تو میگذره و پیرامون تو رو روشن میکنه. در این حالت در میابی که این نور از هستی تو جدا نیست و عین هستی توه. ظاهر هستی جهان صورتها و جنبش هاست. باطن هستی بیشکل و بینشان و غرقه در آرامش و سکونه. اما ظاهر و باطن هستی هر دو اشاره به یک حقیقت دارن. جهان هستیه که جلوه کرده. باطن هستی باز هستیه در حالت عدم تجلی خود. همه صورتها از بی صورتی صادر میشن. اگه به ژرفهای کالبد درونی خیش سفر کنی، به باطن هستی میرسی، به سرچشمه، به ذات غیر متجلی. ظاهر هستی جهان تولد و مرگ. وقتی آگاهی تو معطوف به بیرونه، ذهن و جهان صورتها پدیدار میشن. وقتی که عزم تماشا میکنی و آگاهی تو متوجه درون میشه، آگاهی تو اصل خود رو پیدا میکنه و به خونه باز میگرده. آگاهی تو همچون مرغابیان از دریا برخواسته. آگاهی تو در دریاست که احساس میکنه در خانه خود هست. زمانی که آگاهی تو به جهان صورتها باز میگرده، تو دوباره هویت ظاهری خود رو که اون رو موقتاً کنار گذاشته بودی پیدا میکنی. حالا دوباره اسمی داری، گذشته‌ای داری، وضعیت زندگی‌ای داری، آینده‌ای داری. اما اکنون با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ای دیگه آدم سابق نیستی. حالا تو حقیقتی رو در خود تجربه کرده‌ای که از جنس جهان صورت‌ها نیست. گرچه از این جهان جدا نیست، کما اینکه تو نیز از این جهان جدا نیستی. حالا اجازه بده تمرین معنوی تو این باشه که از حالا به بعد 100% توجه خود رو به دنیای بیرونی و ذهن خود معطوف نکنی. بخشی از توجه خود رو برای درون خیش نگه دار. حتی هنگامی که به فعالیت‌های روزمره می‌پردازی، باز ارتباط خود رو با کالبد درونی خود حفظ کن. سکونی رو که در ژرف‌های کالبد درونی احساس کن. دروازه دلت رو همواره به روی باطن هستی گشوده نگه دار. حفظ آگاهی نسبت به باطن هستی در همه وضعیت‌های زندگی ممکنه. تو میتونی در همه شرایط زندگی خود به این منبع آرامش و صفا دسترسی داشته باشی. تو پلی هستی بین ظاهر یا ذات متجلی و باطن هستی یا ذات غیر متجلی. بین جهان و خدا. معنای اتصال همینه. اتصال با منبع روشن شدگیه. فکر نکن که ظاهر هستی از باطن اون جداست. چطور ممکنه؟ ذات غیر متجلی، ذات همه هست ها و مظاهر و پدیده هاست. خدا همه چیز رو از خود پر و سرشار کرده. اجازه بده برات توضیح بدم. خواب بی‌رویا. هر شب هنگام خواب بی‌رویا سفری داری به باطن هستی. تو در خواب بی‌رویا همچون قطره‌ای در دریا محو میشی. زمانی که بیدار میشی و به جهان صورت‌ها و کسرت‌ها پا میذاری، از خواب بی‌رویای خود به اندازه ای انرژی ذخیره کرده ای که برای حفظ تو تا مدتی کافیه. تو به این انرژی بیش از غذا نیازمند هستی. انسان فقط به غذا زنده نیست. اما در خواب بی‌رویا آگاهانه به باطن هستی قدم نمیذاری. گرچه فعالیت‌های بدنی تو همچنان بر جا هستن. اما در اون حالت تو دیگه نیستی. آیا میتونی تصور کنی که هم در خواب بی‌رویا باشی و هم آگاهی خود را حفظ کرده باشی؟ تصور چنین حالتی ممکن نیست، چون این حالت خالی از مضمونه. باطن هستی تا زمانی که آگاهانه وارد ساحت اون نشده باشی تو رو نمی رهاند. باید با قلبی سلیم، دلی بیدار و حاضر به ساحت باطن هستی وارد بشی تا آزاد بشی. به همین دلیل مسیح نمیگه
حقیقت تو رو آزاد خواهد کرد، بلکه میگه تو حقیقت رو خواهی شناخت و حقیقت تو رو آزاد خواهد کرد. منظور او حقیقت ذهنی نیست. منظور او حقیقتیه که ورای عقل و ورای جهان صورت ها و کسرت هاست. حقیقتی که یا بلاواسطه شناخته میشه و یا اینکه هرگز شناخته نمیشه. اما سعی نکن در خواب بیرویا هوشیاری خود رو حفظ کنی. موفق نخواهی شد. حداکثر میتونی طی رویای خود کمی هوشیار باشی. اما ورای این رویا هرگز. چنین رویای هوشیارانه‌ای شاید جاذبه‌ای داشته باشه، اما رهایی بخش نیست. بنابراین از کالبد درونی خود به مثابه دری گشوده به باطن هستی استفاده کن. اجازه بده این در همیشه گشوده بماند تا همواره به باطن هستی دسترسی داشته باشی. تا جایی که به کالبد درونی تو مربوطه، پیری و جوانی، فقر و غنا، شهرت و گمنامی هیچ کدوم اهمیتی ندارن. زمان کالبد درونی بی زمانیه. مکان کالبد درونی بی مکانیه. اگه توان احساس کالبد درونی رو نداری، از معبرهای دیگه گذر کن. معبرهایی که آدمی رو به خدا می رسونند به عدد نفوس خلایق است. در نهایت همه این معبرها یکی هستند. درباره بعضی از این درها و معبرها به اختصار سخن می گم. معبرهای دیگر. لحظه حال رو میشه به عنوان معبر اصلی تلقی کرد. لحظه حال ویژگی اساسی همه معبرها از جمله کالبد درونیه. تو نمیتونی در کالبد درونی خیش باشی و با تمام وجود در لحظه حال حاضر نباشی. زمان و جهان صورت‌ها به طرزی غیر قابل تفکیک به هم مربوطند. همونطور که بی زمانی لحظه حال و باطن هستی به هم مربوط هستند. هنگامی که با بیداری در لحظه حال زمان رو محو می‌کنی، نسبت به ذات غیر متجلی هستی مستقیم و غیر مستقیم آگاه میشی. به طور مستقیم اون رو به مثابه پرتو و نیروی حضور آگاهانه خود احساس میکنی. بدون هیچ مضمون و یا محتوایی، فقط حضور نام. به طور غیر مستقیم ذات غیر متجلی یا باطن هستی رو از طریق جهان حسی و در خلال پدیده ها احساس می کنی. به عبارت دیگه تو ذات الهی رو در همه مخلوقات، همه گلها، سنگها و غیره احساس می کنی و با خود می گی هر آنچه که هست مقدسه. هر ذره ای رو که بشکافی در دل اون ذره خدا رو می بینی. یکی دیگه از راه های وصول به باطن هستی و یا ذات غیر متجلی هستی فرونشاندن غبار فکره. این راه با گامی ساده آغاز میشه، با تنفسی آگاهانه و یا با نگریستن هوشیارانه به یک گل، بیان که تعبیرها و تفسیرهای ذهنی در میان باشن. برای ایجاد شکافی میان جریان بیوقفه فکر راه های متفاوتی وجود داره. مراقبه تأمل درباره این راه هاست. فکر پاره ای از حقیقت متجلی یا ظاهره. فعالیت مداوم ذهن تو رو در زندان صورت ها نگه می داره و حجاب آگاهی تو از ذات غیر متجلی هستی که بی شکل و بی زمانه می شه. فعالیت بی وقفه ذهن نمی زاره ذات الهی همه چیز و همه کس رو ببینی. البته وقتی که به شدت حضور داری لازم نیست به فکر ایجاد شکافی در جریان بیوقفه فکر باشی، چون در این حالت ذهن خود به خود متوقف میشه. به همین دلیل گفتم که لحظه حال ویژگی اساسی همه معبرها یا درهای گشوده به روی هستی است. تسلیم یعنی رها کردن مقاومت ذهنی و عاطفی در برابر آنچه که هست نیست، یکی از معبرهای گشوده به روی ذات غیر متجلی هستی است. دلیل این موضوع بسیار ساده است. مقاومت درونی رابطه تو رو با خود
با دیگران و با جهان پیرامون تو می گذلد. مقاومت درونی در تو احساس جدا بودن ایجاد می کنه. احساسی که نفس رو تقضیه می کنه. هرچی احساس جدایی تو شدیدتر باشه، وابستگی تو به دنیای صورتهای جدا از هم بیشتر میشه. هرچی بیشتر وابسته دنیای صورتها باشی، در حجاب تری. معبر بسته میمونه و ارتباط تو با بعد درونیت قطع میشه. در حالت تسلیم شفافتر میشی و نور ذات غیر متجلی هستی رو از خود ساطع میکنی. گشودن معبری برای وصول به ذات غیر متجلی هستی به تو بستگی داره. میدان انرژی کالبد درونی خود رو لمس کن. شدیداً حضور داشته باش. حساب خود رو از حساب ذهن خود جدا کن. تسلیم باش. اینها معبرهایی هستند که میتونی از اونها عبور کنی. اما عبور از یکی از این معبرها کفایت میکنه. پرسش: بی تردید عشق هم باید یکی از این معبرها باشه. اینطور نیست؟ پاسخ: نه. به محض اینکه به یکی از این معبرها گام میگذاری، عشق به عنوان فهم وحدت عارفانه همه چیز و همه کس در تو میشکفه. عشق معبر نیست. عشق آبریه که از معبر عبور میکنه و به دنیای ما میاد. تا موقعی که در دام هویت صوری خیش هستی، نمیتونی عاشق بشی. وظیفه تو این نیست که به دنبال عشق بگردی. وظیفه تو اینه که معبری برای عبور عشق پیدا کنی. سکوت. پرسش: آیا غیر از معبرهای یاد شده معبر دیگه‌ای وجود داره؟ پاسخ: آری، وجود داره. ذات غیر متجلی هستی از ذات متجلی هستی جدا نیست. ذات غیر متجلی هستی چنان آشکار در پدیده های عالم ظهور کرده که تقریبا همه اون رو نمی بینن. او از شدت ظهور مخفی می نماید. اگه بدونی چگونه و کجا دنبال او بگردی، او رو در همه چیز و همه کس می یابی. به این ترتیب در هر لحظه و در هر پدیده‌ای دری به روی تو گشوده می شه. آیا صدای سگی رو که در دور دست ها پارس می کنه می شنوی؟ آیا صدای اتومبیلی رو که از خیابون میگذره میشنوی؟ با دقت گوش بده. آیا میتونی حضور ذات غیر متجلی هستی رو در اونها احساس کنی؟ نمیتونی؟ در سکوتی به دنبال او بگرد که مصدر و مرجع همه صداهاست. توجه خود رو به بستر سکوت همه صداها معطوف کن، نه به خود صداها. گوش سپردن به سکوت بیرونی سکوتی ژرف رو در درون تو میآفرینه. دری به روی تو گشوده میشه. هر صدایی در سکوت زاده میشه. در سکوت میمیره و در طول عمر خود در دل سکوت زندگی میکنه. سکوته که به صدا امکان هستی میبخشه. سکوت عنصر ذاتی و غیر متجلی همه صداها، نوت‌های موسیقایی، آوازها، نغمه‌ها و کلمات. ذات غیر متجلی هستی به مثابه سکوتیه که در جهان ماست. در جهان ما هیچ چیز به هستی شبیه نیست جز سکوت. تمام اون چیزی که باید انجام بدی اینه که به این سکوت گوش بسپاری. حتی موقع حرف زدن با کسی به سکوت کوتاه بین کلمات و جمله ها گوش بسپار. با این کار بود سکون در تو شکفته میشه. چون نمیتونی بدون سکوت و سکون درون سکوت بیرونی رو بشنوی. سکوت بیرونی سکون و آرامش درونی. تو وارد حریم حرم ذات غیر متجلی هستی شده ای. مبارک با جا یا فضای خالی. همونطور که هیچ صدایی نمیتونه بدون سکوت ایجاد بشه، هیچ چیز نمیتونه بدون هیچ چیز ایجاد بشه. یعنی بدون فضای خالی که به اون چیز امکان بودن میده. هیچ چیز به چیزها امکان بودن میده و خود چیز نیست.
همه چیزها از این هیچ چیز صادر میشن، در این هیچ چیز زندگی میکنند و به اون باز میگردن. حتی در درون هر چیز هم این هیچ چیز بیشتر از هر چیزیه. برای مثال نزدیک به 100% بدن تو رو فضای خالی تشکیل میده. فاصله اتم های بدن تو به نسبت اندازشون بسیار بسیار زیاده. حتی در درون اتم ها هم فضای خالی وجود داره. در فضای داخل اتم ها به جای ماده ارتعاشات موجی هست. چیزی شبیه نوت های موسیقی. بودا این نکته رو 2500 سال پیش دانسته بود که می گفت صورت ها تهی اند و تهیت صورته. تهیت ذات همه اشیاست. ذات غیر متجلی نه تنها به عنوان سکوت در جهان ما حضور پیدا می کنه، بلکه به عنوان فضای خالی، مجال بودن اشیا هم در جهان ما حاضره. فضای خالی در درون و بیرون. این فضای خالی مانند سکوت مورد غفلت ما واقع میشه. توجه آدم‌ها به اشیاء درون فضاهای خالی معطوف میشه، نه به خود فضاهای خالی. صورت‌ها اجازه نمیدن ما فضای خالی پشت سرشون رو ببینیم. صورت‌ها حجابند. پرسش: به نظر میرسه که شما میخواید بگید که این فضای خالی یا هیچ چیز به نحوی رازآلود هستند، نه اینکه نباشند. اونها چی هستند؟ پاسو: پرسش تو درست مطرح نشده. ذهن تو سعی میکنه تا هیچ چیز رو به چیزی تبدیل کنه. به محض اینکه اون رو به چیزی تبدیل میکنی، از شناخت اون محروم میمونی. همین چیز هست که حجاب شناخت تو میشه. هیچ چیز یا فضای خالی ظهور ذات غیر متجلی هستی در جهان ماست، جهان صورت‌ها. این تنها چیزیه که میتونیم درباره اون چیزی که گفتنی نیست بگیم. گفته من به نظر متناقض میاد. تو نمیتونی اون رو به موضوع شناخت خود تبدیل کنی. همه دریا رو نمیتونی در کوزه ذهن خود بریزی. تو نمیتونی تز دکترای خود رو درباره هیچ چیز بنویسی. وقتی دانشمندان درباره فضا صحبت میکنن، اون رو به چیزی تبدیل میکنن. به همین دلیل از فهم ماهیت حقیقی فضا در میمونن. فرضیه اخیر اینه که فضا اصلا خالی نیست و با چیزی پر شده. وقتی فرضیه ای داری، پیدا کردن شواهدی برای اثبات اون فرضیه چندان دشوار نیست. حداقل تا زمانی که فرضیه رقیب دیگری از اندام نکرده باشه. هیچ چیز فقط زمانی میتونه معبر تو برای تجربه ذات غیر متجلی هستی باشه که تلاش نکنی اون رو بفهمی و یا تصویر کنی. پرسش: آیا ما اکنون همین کار رو نمی کنی؟ پاسو: نه اصلا. من به تو سرنخ‌هایی میدم تا نشون بدم که چطور میتونی بعد غیر متجلی هستی رو وارد زندگی خود کنی. ما سعی نمی کنیم این بعد رو بفهمیم. چیزی برای فهمیدن نیست. این فضای خالی موجود نیست. موجود بودن به معنای لفظی کلمه یعنی آشکار بودن. تو چیزهایی رو میفهمی که آشکارن. نمیتونی فضای خالی رو بفهمی چون آشکار نیست. این فضای خالی گرچه موجود نیست، اما همه چیز رو در خود آشکار میکنه. سکوت هم موجود نیست، اما به همه صداها امکان وجود میده. وجودهای ممکن. به همین شکل ذات غیر متجلی هستی به همه چیز و همه کس امکان تجلی و ظهور میده. بنابراین اگه توجه خود رو از اشیاء درون فضای خالی برگیری و اون رو به خود فضای خالی معطوف کنی، چه اتفاقی میفته؟ ماهیت این فضای خالی چیه؟ اسباب و اساسیه، قاب عکس‌ها و غیره همه در داخل اتاقند، اما خود اتاق نیستند. سقف و دیوارها و کف اتاق
مرزهای اتاق رو نشون میدن، اما خود اتاق نیستن. بنابراین ماهیت خود اتاق چیه؟ ماهیت اتاق فضای خالیه. بدون این فضای خالی اتاق وجود نداشت. از اونجا که فضای خالی هیچ چیز است، میتونیم بگیم که این هیچ چیز مهمتر از همه چیزهایی است که در اون قرار داره. بنابراین نسبت به این فضای خالی که درون و بیرون تو رو فرا گرفته، آگاه و هوشیار باش. درباره اون فکر نکن، اون رو احساس کن. توجه خود رو به این هیچ چیز معطوف کن. با این عطف توجه، بنیاد آگاهی تو دگرگون میشه. دلیلش اینه، هر چیزی در بیرون معادلی در ذهن تو داره. معادل چیزهای بیرونی چیزهای ذهنی هست، افکار، احساسات و اون چیزهایی که حواس ما احساس می کنند. معادل فضای خالی بیرون که به اشیاء بیرونی مجال ظهور و بروز میده، فضای خالی درونه که به اشیاء ذهنی مجال ظهور و بروز میده. بنابراین اگه توجه خود رو از اشیاء بیرونی بگردانی، خود به خود توجه خیش رو از اشیاء ذهنی هم گردانده ای. به تعبیری نمیتونی به چیزی فکر کنی و هم نسبت به فضای خالی درون و بیرون اون چیز آگاه و هوشیار باشی. با آگاهی نسبت به فضای خالی درون و پیرامون خود، نسبت به فضای خالی بی ذهنی هم آگاه میشی. نسبت به آگاهی نام، ذات غیر متجلی هستی. به این ترتیب تأمل ژرف در فضای خالی معبری برای عبور تو میشه. فضای خالی و سکوت دو جنبه یک حقیقتن، همون هیچ چیز. اونها تجسم بیرونی فضای خالی و سکوت درونیه. سکونی که زهدان خلاق همه هستیه. بسیاری از آدمها نسبت به این بُعد هستی بیخبرند. اونها از فضای خالی درون و سکون درونی بیبهرند. اونها از حالت تعادل خارج شدند. به تعبیر دیگه اونها دنیا رو میشناسند یا گمان میکنند که میشناسند و هستی رو فراموش کردند. اونها خود رو با صورت فیزیکی و روانی خود یکی پنداشتند و ذات خود رو به دست فراموشی سپردند. از اونجا که صورتها ناپایدارند، این گونه آدمها مدام در ترس زندگی می کنند. این ترس موجب فهم غلط اونها از خود و دیگران می شه. اگه قیامتی برپا می شد و زمین به لرزه در می اومد، غباری بر دامن ذات غیر متجلی هستی نمی نشست. اون چه واقعیه هرگز تهدید نمی شه. اون چه غیر واقعیه وجود نداره. فهم این نکته موهبت آرامشه. اگر ارتباط آگاهی خود رو با ذات غیر متجلی هستی حفظ کنی، اون وقت برای همه چیز و همه کس احترام قائل خواهی شد، چون همه چیز و همه کس رو مظاهر اون حیات نامیرا میبینی که ورای همه صورت‌ها و مظاهره. و نیز خواهی دانست که همه چیز و همه کس، همه صورت‌ها باز به همان ذات یگانه باز می‌گردند و در او محو می‌شوند. به این ترتیب بر دنیای صورت‌ها چیره می‌شی، چون از دنیای صورت‌ها فراتر رفته‌ای. تو به ساحل دیگر زندگی رسیده‌ای. ماهیت حقیقی زمان و مکان، فضای خالی. حال به این نکته توجه کن. اگه چیزی جز سکوت وجود نمی داشت، اون وقت سکوت برای تو وجود نداشت. یعنی تو نمی تونستی اون رو درک کنی. تنها وقتی که صدا به وجود میاد، سکوت هم معنا پیدا می کنه. به همین شکل، اگه فقط فضای خالی و یا مکان بود و اشیاء درون اون نبود، مکان برای تو وجود نداشت. خود رو به عنوان آگاهی تصور کن که در فضای لایتناهی سیر می کنی. نه ستاره‌ای هست، نه کهکشانی. فقط خلا هست و فضای خالی. ناگهان احساس می کنی که فضای خالی دیگه وسیع نیست.
اصلا وجود نداره. حداقل دو عنصر لازمه تا مکان یا فضای خالی وجود پیدا کنه. مکان یا فضای خالی زمانی وجود پیدا میکنه که 1 2 میشه و اون وقت 2 10,000 چیز دیگه میشه. به این ترتیب با افزایش چیزها فضای خالی یا مکان هم وسعت پیدا میکنه. بنابراین جهان و فضای خالی با هم ظهور پیدا میکنه. هیچ چیز نمیتونه بدون مکان یا فضای خالی باشه. با وجود این فضای خالی یا مکان خود چیزی نیست. پیش از اینکه جهان به وجود بیاد، پیش از اون انفجار بزرگ یا بیگ بنگ، فضای خالی لایتناهی نداشتیم که منتظر اشیا باشه. مکانی نبود، همونطور که چیزی وجود نداشت. آنگاه فقط ذات غیر متجلی هستی بود. آن یگانه در وحدت محض آرمیده بود. وقتی آن یگانه ذات احدیت در هزاران هزار چیز کسرات پدیدار شد، ناگهان مکان هویدا شد و به چیزها مجال ظهور و بروز داد. مکان از کجا آمد؟ آیا توسط هستی آفریده شد تا جهان را در خود جای دهد؟ البته که نه. فضای خالی هیچ چیز است. بنابراین هیچ چیز چیزی نیست که آفریده شده باشد. در شبی که آسمان صاف و مهتابی است، بیرون برو به آسمان نگاه کن. هزاران هزار ستاره‌ای که می‌بینی، قطره ای است در دریای بیکرانه هستی. قوی‌ترین تلسکوپ‌های جهان تونستن تنها 100 میلیارد کهکشان رو رصد کنن. در هر کهکشان میلیاردها ستاره وجود داره. اون چیزی که حیرت آورتره فضای لایتناهی هست که این همه ستاره و کهکشان رو در خود جای داده. هیچ چیز شگفت‌انگیزتر از وسعت بیکرانه نیست که میتونه بی نهایت چیز رو در خود جای بده. با وجود این وسعت بیکرانه چیست؟ توهیت محض و بیکرانه، ظهور ذات غیر متجلی هستی، اون چیزی که ما توسط ذهن و حواس خود به عنوان مکان میشناسیم چیزی نیست مگه ظهور ذات غیر متجلی هستی. معجزه بزرگتر اینه، آن وسعت و ژرفایی که به جهان مجال بودن میده چیزی نیست که فقط در بیرون باشه، بلکه در درون تو هم هست. وقتی کاملا حضور پیدا میکنی آن وسعت بیکرانه رو به عنوان ژرفای خاموش بی ذهنی در درون خیش مشاهده میکنی. این وسعت در درون تو از لحاظ ژرفا بیکرانه است، نه از لحاظ طول و عرض. وسعت مکانی در نهایت چیزی جز تصور غلط از ژرفای بیکرانه نیست. ژرفای بیکرانه صفت ذات متعالی است، نه صفت مکان. پرسش: بر اساس نظر اینشتین مکان و زمان از هم جدا نیستند. من معنی این مطلب رو نمیفهمم، اما گمان میکنم منظور او این بوده که زمان بعد چهارم مکانه. او این بعد رو کوانتوم مکان زمان نامیده. پاسخ: آری، آنچه که تو به عنوان زمان و مکان بیرونی تصور میکنی چیزی جز خیال نیست، اما در این خیال هم حقیقتی نهفته است. زمان و مکان تجلی بیرونی صفاتی از صفات هستی هستند، یعنی بیکرانگی و جاودانگی. در درون تو مکان و زمان معادلی دارند که ماهیت حقیقی اونها و خود تو رو آشکار میکنه. معادل درونی مکان در تو سکون و ژرفای بی‌ته بی‌ذهنیه. معادل درونی زمان در تو حضوره، بیداری نسبت به لحظه جاودانه اکنون. فراموش نکن که بین این دو جدایی وجود نداره. هنگامی که مکان و زمان را به عنوان تجلی ذات غیر متجلی هستی با بی‌ذهنی و حضور در خود درک می‌کنی، مکان و زمان بیرونی هنوز برای تو وجود دارند، اما با اهمیتی بسیار اندک. دنیا هم برای تو وجود داره،
اما دیگه نمیتونه تو رو ببنده. بنابراین هدف قایی جهان در خود جهان نیست، بلکه در استعلا از جهانه. درست همونطور که اگه اشیایی در مکان نبود، تو هم نمیتونستی ادراکی از مکان داشته باشی. جهان هم برای تحقق خود به ذات غیر متجلی هستی نیازمنده. جمله زیبایی از بودا نقل شده که میگه اگر وهم نبود، روشن شدگی هم معنایی نداشت. از طریق جهان و از طریق توه که آن گنج نهان خود رو میشناسه. تو هستی تا هدف الهی از آفرینش رو تحقق ببخشی. تو هستی تا جهان رو همچون توماری باز کنی. تو بی اندازه مهم هستی. مرگ آگاهانه. غیر از خواب بی‌رویا که پیش از این درباره اش صحبت کردم، معبر غیر ارادی دیگری هم وجود داره. این معبر برای زمانی کوتاه در لحظه مرگ بدن گشوده میشه. حتی اگه همه فرصت‌های زندگیت رو برای چشیدن بصیرت معنوی از دست داده باشی، یک معبر باقی میمونه که بلافاصله پس از مرگ بدن تو گشوده میشه. گزارش‌های بسیاری در دست از تجربه کسانی که تا مرحله دم مرگ رفتند و به طور معجزه آسایی دوباره به زندگی بازگشتند. این تجربه برای اونها به صورت پرتو درخشنده یک نور احساس شده. بعضی ها هم از تجربه خود به عنوان احساس صفایی ملاتفت‌آمیز و آرامشی ژرف سخن گفتند. احساس شکوه روشنایی بیرنگ تهیت که چیزی نیست مگه خود حقیقی انسان. این تجربه چند لحظه بیش نمی پاید و اگر در زندگی درکی مختصر از بعد ذات غیر متجلی هستی پیدا نکرده باشی، احتمال داره که فرصت این تجربه نهایی رو هم از دست بدی. بسیاری از آدم ها به طور افراطی بار سنگین مقاومت، ترس، وابستگی به تجربه‌های حسی و یکی انگاری خود با جهان صورت‌ها را به دوش می‌کشند. به همین دلیل معبر را می‌بینند. می‌ترسند روی خود را برمی‌گردونند و اون وقت آگاهی خود را از دست می‌دن. اونها به اندازه کافی حضور نداشتند تا جاودانگی آگاهانه را تجربه کنند. پرسش: بنابراین عبور از این معبر به معنای فانی یا نابود شدن نیست؟ پاسخ: همچون عبور از معبرهای دیگه، حقیقت نورانی تو باقی میمونه، اما هویت و شخصیت تو فانی میشه. در هر حال آنچه که در تو واقعیه فنا ناپذیر هم هست. واقعیت هرگز از دست نمیره. آنچه ارزشمند و پربهاست جاودانه باقی میمونه. آستانه مرگ و فروپاشی صورت آستانه بیداری معنوی هم هست. بسیاری از آدم ها این فرصت تکرار ناپذیر را از دست می دن. چون ما در دل فرهنگی زندگی می کنیم که مرگ رو از حیطه آگاهی خود بیرون افکنده. این فرهنگ همه چیزهای با ارزش زندگی رو از حیطه آگاهی خود بیرون افکنده. هر معبری معبر مرگ هم هست، معبر مرگ خود دروغی. وقتی از معبری عبور می کنی، دیگه هویت روانی و ساخته ذهن خود رو خود نمی پنداری. اون وقت در میابی که مرگ چیزی نیست مگر یک وهم. همونطور که همزاد پنداری تو با صورت چیزی جز وهم نیست. مرگ پایان توهمه. مرگ فقط زمانی دردناکه که تو به توهم خود چنگ انداخته باشی. حیفم میاد در اینجا این غزل زیبای رومی درباره مرگ رو نخونم. ببین او مرگ رو چگونه میدیده. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگر یا مگو دریق دریق، به دوغ دیو درفتی دریق آن باشد. جنازم چو بینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو ودا ودا،
که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسان این گمان باشد؟ کدام دل فرو رفت و پر برون نامد؟ ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد؟ دهان چو بستی از این سوی آن طرف بکشا، که های هوی تو در جو لامکان باشد.